سلام بچه ها، چطورین؟ حالتون خوبه؟ امیدوارم که عالی باشین. خیلی خیلی دوستتون داریم، خیلی مخلصیم، دم همتون گرم. امروز بالاخره اومدیم و یه ویدیو خوب بگیریم و یه صحبت خیلی جالبی راجع به این موزل همیشگی زنبوردارا بگیم که شما هم شاید باش آشنا شده باشین، شاید تجربه کرده باشین، به نام پروانه مومخوار. متاسفانه پروانه مومخوار همیشه اذیت میکنه و اینکه امکان داره خسارتایی هم به ما وارد کنه. اما دوستان، یه موضوع دیگه‌ای که هست که اینکه شاید توی سایت‌ها نخونده باشین یا تو جایی نگفته باشن، دوستان پروانه مومخوار اولا به کندوهای دارای جمعیت هیچ وقت حمله نمی‌کنه. شما اصولا پروانه مومخوار میاد به کندوهای خیلی ضعیف حمله می‌کنه و کندوهایی که به خصوص ملکه نداره. این اولین موضوعش می‌خواستم بهتون بگم. فکر نکنین که قراره به همه کندوهاتون حمله کنه الان شما بخواید برین همه رو برسین. نه، کندوهای قوی، کندوهایی که داره ملکه هستن، کندوهایی که جمعیت دارن، دچار پروانه مومخوار نمیشن. بیشتر کندوهای میگم ضعیف میره بهشون حمله میکنه و دچار آسیبای جدی هم میشه. اما راه داره، راه پیشگیری داره، راه درمان داره. ما اولین کار طبق معمول همیشه اولین راهی که میگیم راه پیشگیریه. دوستان شما راه‌های پیشگیری متفاوتی رو میتونید انجام بدین و یکی از کم خرج‌ترین راه‌ها این که مرتب باشه داخل کندوهاتون و اینکه بتونین اون موم‌های قدیمی رو از کندوهاتون کم کم خارجش کنین و موم‌های تازه رو بذارین. چرا میگم موم‌های قدیمی رو خارج کنین؟ دوستان پروانه مومخوار اولین چیزی که مصرف میکنه خود موم نیست، اون اضافی ها و زائده ها و اون خروجی هایی که خود زنبورا ازشون خارج میشه و میریزنش رو، از اونها مصرف میکنه و این بیشترین مقدارش روی موم های قدیمی هستش. به خاطر همین اگر دقت کنین اصولا موم هایی که سیاه هست، موم هایی که قدیمیه، بیشتر مورد هجوم قرار میگیره و اگر خود پروانه مومخوار روی قاب های خیلی تازه تخم ریزی کنه اصلا به اندازه بزرگی نمیرسن، اصلا به لاروی یا به رشد نمیرسه و خود کرمش از بین میره. به خاطر همین اولین موردی که شما میتونین رعایت کنین زمانی که دارین مومهاتون رو برداشت میکنین یا حتی اگه مومهاتون داخل کندوهای ضعیفتون هست، سعی کنین مومهای تازه رو به کندوهاتون معرفی کنین و مومهای کهنه رو سریعا خارج کرده و بهترین راهش جای اینکه هزینه کنین اونا رو آب کنین. یعنی موماتون رو ذوب کنین، قدیمی ها رو، اولین راهش رو جدا کردن و سپس ذوب کردن از قسمت استفاده خارجش کنین دوستان، که دوباره بتونین برگ موم جدید تولید کنین و بتونین برگ موم بهش معرفی کنین جای این موم ها. ولی خب خیلی موقع میشه که ما موم هایی داریم که نسبتا تازه است، یعنی اینکه سفیدن هنوز تقریبا یا زردن و هنوز خراب نشه و ما میخوایم جمع آوری کنیم واسه آخر تابستون یا اول تابستون، بالاخره میخوایم نگرشون داریم. اینا راه داره، راههایی که اولی کار که بگم راههای فیزیکیه. اما این راههای متفاوت دیگه درمان با حرارت و درمان با سرما داره. درمان با سرما و حرارت زیاد توصیه نمیشه چون گرونه. اگه دوستان میتونن هزینه کنن واسه سردخونه، واسه گرمخونه، واسه تهویه‌اش میتونن ازش استفاده کنن. درمان با سرما رو داریم که فوق العاده عالیه و همه مراحل یک پروانه رو از بین میبره. چرا میگم مراحل پروانه؟ خب پروانه یه نوع حشره است و اینکه سه مرحله تخم و لارو و شفیره داره و پروانه کامل و هر درمانی که ما میگیم روی یه قسمت از این مراحل اثر میذاره. اما سرما رو همه مراحل از بین میبره. شما میتونید اگه سردخونه درست کنید، میتونید 2 ساعت توی دمای منفی 15 درجه، 3 ساعت توی دمای 17 درجه یا حتی 4-5 ساعت توی دمای منفی 7 درجه نگرش دارین، همه مراحل از بین میبره اما گرونه. ما درمان با حرارت رو داریم. درمان با حرارت هم خطرات خاص خودشو داره، امکان ذوب شدن موم ها هستش و اینکه شما باید تهویهش رو قشنگ رعایت کنین و اینم کل مراحل از بین میبره. شما میتونین 80 دقیقه توی دمای 46 درجه سانتیگراد نگه دارین یا 40 دقیقه توی دمای 49 درجه سانتیگراد. اما میگم ایرادش اینه که امکان داره موماتون ذوب بشه و از دست بره. این دو راه‌های گران قیمتی هستن. اما میتونیم از راه‌های شیمیایی استفاده کنیم. دوستان من سه راه شیمیایی میتونم بهتون بگم. اولیش دود گوگرد هستش. دود گوگرد متأسفانه رو حالات تخم‌ها اثر نمیذاره، یعنی اینکه شما باید بذارین که اون پروانه رشد کنه، به لاروی برسه و سپس شما باید این روش درمان رو استفاده کنین. دود گوگرد به خاطر سنگینیش باید از بالا درمان بشه، یعنی اینکه شما بعد از چیدن قابتون توی محفظه پلم شده از بالا درمانش کنین، یعنی دود گوگرد از بالا بخوره چون سنگینه میاد تا پایین.
خب ولی خب اینم خطراتی داره، مثل آتش سوزی داره دوستان، ولی ماندگاریش خیلی کمه روی قاب ها و شما میتونید استفاده کنید، ولی من زیاد پیشنهاد نمی کنم. به یکی از بهترین روش ها اسید استیک و اسید فرمیک هستش. فقط اینکه دوستان بعد شما حواستون باشه زمانی که از گازها دارین استفاده میکنین، یکی این خطراتش واسه خود انسانه، دوم اینکه باید این گازها در یه جای پلم باشه، یعنی شما بتونین قاب هاتون اول به صورت بسته‌بندی های چند تایی توی پلاستیک های خاص در بیارین و بعد از درمان کامل پلم بشه اینها و ازش این گاز خارج نشه تا درمان خودشو بذاره. یکی از بهترین ها اسید استیک و اسید فرمیکه. هر دوتاش همه مراحل تخم، لارو و شفیره پروانه رو از بین میبره و شما میتونین با استفاده از اون توی فاصله های دو هفته ای یک تا دو بار در تابستان دوستان نگاه کنین، فاصله دو اگه تو تابستون میخواین از این روش استفاده کنین و قاب هاتون رو نگه دارین، تو فاصله دو هفته ای میتونین یک تا دو بار از اسید استیک و فرمیک استفاده کنین. مقدارش اسید استیک رو شما میتونین 200 سی سی اسید استیک 60 تا 80 درصد رو استفاده کنین ازش برای قاب هاتون و برای توی فکر کنم حلوش 10 لیتر حجم خود کندو، یعنی همون 10 قابش میتونین استفاده کنین. اما اسید فرمیک شما نیاز به انقدر ندارین، شما یه حلوش 80 سی تی اسید فرمیک 85 درصد رو میتونین توی همینقدر حجم استفاده کنین و باعث یه موندگاری خوبی داره، یه موندگاری دو هفته ای سه هفته ای واسه تون داره و باعث جلوگیری از اون حتی نوزما میشه، نوزما رو هم از بین میبره دوستان. و روش های مختلف دیگه مثل بیولوژیکی هم هست که خیلی گرونه و اصلا صرفه اقتصادی نداره که شما بتونین توی زنبورداری کوچیک استفادهش کنین. یا روش های خطرناکی هستش سموم که ما زیاد نام نمیبریم، ولی میخواستم بهتون بگم اگه یه موقع کسی بهتون گفت از سولفات آلومینیوم استفاده کنین، اصلا استفاده نکنین، این کارا دیگه فوق العاده سمی و خطرناکه و از دور خارج شده. یه تعداد دوستان هم سوال کردن خب ما الان کندومونو زده، الان ما کندومونو زده، ما الان چیکار کنیم؟ دوستان بهترین راه اگر پوکه ندارین که بهش بدین، یعنی که شما پوکه جایگزین ندارین به کندو بدین، الان کندوتون نجات بدین، این آخرین راه، میتونین اونو بردارین اون قسمتی که لارو خورده شده یه حالت تونلی شکل صورت تارمانن ایجاد میکنه، شما بتونین اونو پاره کنین، خراش بدین اون قسمتش رو بدین و داخل کندو دوباره بذارین، زنبورها خودشونو تمیزش میکنن. اینم آخرین راهش بود که براتون گفتم، حتما استفاده کنین، حتما حواستون باشه از قابای قدیمی به خصوص این قابای قدیمی نگه ندارین بچه‌ها، قابای سیاه قدیمی رو سریعا تبدیلش کنین به موم ذوب شده و از دور خارجش کنین از توی زنبورستاناتون. همچنین که جایی که قاب هاتون رو میذارین نور و تهویه درست حسابی داشته باشه بچه‌ها، این باکتری ها، میکروب ها و به خصوص همین پروانه مومکار جایی که تاریک باشه، گرم باشه و رطوبت کافی داشته باشه فوق العاده رشدش سریع تر میشه و شما میتونین با این کارهای کوچیک مثل همین تهویه مناسب، نور مناسب و یک کنترل رطوبت و هوای خوب که به گرما نخوره توی جای خنک میتونین جلوگیری کنین تا ضرر نبینین. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم، امیدواریم که همیشه شاد، سرحال، موفق، ثروتمند. مخلصیم.